دیدبان حقوق بشر اعتلاف بین المللی در عراق و سوریه از فسفر سفید استفاده کرده است. دیدبان حقوق بشر صبح چهارشنبه با صدور بیانگی اعلام کرد که در حملات توبخانه اعتلاف بین المللی مدعی مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه و عراق از فسفر سفید استفاده شده و این مسئله پرسش هایی را در مورد محافظت از جان غیر نظامیان مطرح می کند. دیدبان حقوق بشر بر ضرورت عدم استفاده از مهمات چند منظوره همچون سلاح آتشزا برای حمله به افراد و تجهیزات در مناطق مسکونی حتی در حملات زمینی تاکید کرد. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه از استیف گوس مدیر بخش سلاح و حقوق بشر خود نقل کرده که چگونگی استفاده از فسفر سفید اهمیت ندارد چرا که هرگونه استفاده از این ماده خطرناک در هر صورت خطر وارد کردن آسیب وحشتناک و بلند مدت به شهرهای دارای سکنه همچون رقه در شمال سوریه و موسل در شمال غرب عراق به عنوان پایگاه های اصلیت روسا را در پی دارد. این سازمان حقوق بشری از نیروهای ائتلاف بین‌المللی المللی درخواست کرده تمام تدابیر ممکن را برای کاهش خسارت به غیر نظامیان هنگام استفاده از فسفر سفید در این دو کشور اتخاذ کنند. به گفته گوس می توان از فسفر سفید برای ارسال پیام و نشانه گذاری و همچنین به عنوان سلاحی سوزان در میدان نبرد استفاده کرد و نیروهای آمریکایی نیز از آن در موسل و رقه استفاده کردند اما با این حال دلیل این کار هنوز مشخص نیست این بیانیه در پایان افزود هرچند دیدبان حقوق بشر نمیتواند به صورت مستقل اعلام کند که جان غیر نظامیان با فسفر سفید گرفته شده یا نه ولی یکی از اهالی رقه که همکنون در لبنان اقامت دارد گفته اخیرا یک مغازه در رقه با فسفر سفید هر قرار گرفته که دست کم 20 غیر نظامی در داخل آن بودند.